با درود خدمت شما بیننده های گرامی، در این برنامه تلاش میکنیم تا از تلاش حکومت افغانستان برای جلب کمک ها و همچنان چگونگی مصرف کمک ها برای مردم افغانستان بیشتر صحبت داشته باشیم. اما چنانچه واضح است، مردم افغانستان همه با هم تلاش کردند تا به نحوی از نظام و حکومت و دموکراسی حفاظت کنند تا بتوانند به یک فردای بهتر برسند. اما متاسفانه هنوز هم مردم افغانستان درگیر مشکلات گوناگون هستند، از جمله فقر و بیکاری و نبود برق و نبود آب و هزاران هزار مشکل دیگر که واقعا هر کدامش نیاز به هزاران شب تحلیل و بحث داره. اما حالا نیاز به و یا بر اساس آنچه که حالا ما مسئولیت داریم است که بپردازیم به وظیفه حکومت افغانستان و چنانچه برمیگرده به کارکرد حکومت، که همه ناراض هستند و نهادهای مختلف هم نظرسنجی کردند که حکومت در امر مبارزه با فساد یک روز مانده به ژنوا کمیسیون تعیین میکنه و در کنارش صدها تن از کسانی هستند که متهم به فساد هستند، صدها برنامه بدون تطبیق باقی مانده، صدها هزار میلیون دلار در این کشور حیف و مل شد به نامهای مختلف و قوم های مختلف و کارهای مختلف، ولی هیچ کسی مورد پیگرد قرار نگرفت. همه برمیگرده به حفظ قدرت و ترویج قدرت که خودش نیاز به ای داره که باید در مقابلش بحث شوه و ایستادگی شوه. گزارش مشاهده کنید و برمیگردیم و بحث آغاز میکنیم. بزرگترین نشست جهانی و سرنوشت ساز درباره افغانستان، نشست ژنوا، توانست پشتیبانی بیش از 20 کشور، سازمان جهانی و بانک انکشاف آسیایی را برای افغانستان به دست آورد. کمک های مالی برای غیر نظامیان سالانه بیش از 3 میلیارد دلار و برای 4 سال حدود 13 میلیارد دلار. هند با 3 میلیارد دلار، اتحادیه اروپا با 1.4 میلیارد دلار، بریتانیا با 828 میلیون دلار، بانک انکشاف آسیایی با 900 میلیون دلار و آمریکا با 600 میلیون دلار کمک برای 2021. بیشتر کمک ها را به افغانستان تعهد دادند. با فرض اینکه تعهدات سالانه برای 4 سال در همان سطح باقی میماند، در مجموع این به معنای 12 میلیارد دلار خواهد بود. تصمیم در مورد ادامه کمک ها در سطح قابل مقایسه با پیشرفت دولت بررسی می شود. کمک های سالانه جامعه جهانی کلن مشروط است. مشروط به پشتیبانی افغانستان از حقوق بشر، مبارزه در برابر فساد و پیشرفت در گفتگوهای سال. چنانچه که آمریکا 300 میلیون دلار کمک هایش را می پردازد. اما 300 میلیون کمک دیگر برای 2021 را مشروط به پیشرفت در مذاکرات سال ساخته است. می خواهم همه چیز را روشن کنم. من می خواهم روشن باشم که انتخاب های انجام شده در مذاکرات صلح بر اندازه و دامنه حمایت و کمک بین المللی آینده تأثیر می گذارد. در بخش صلح، کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس همچون شرط دوام کمک های جامعه جهانی برای افغانستان است. این همه با شرایط همراه است، با نگرانی های همراه است که باید خشونت کاهش یابد، آتش بس حاصل شود، مذاکرات صلح باید پیشرفت کند و باید پیشرفت در کشور را نشان دهد. دولت افغانستان از کمک های تعهد شده جامعه جهانی در نشست ژنوا خوشنود است و میگوید شرط های جامعه جهانی را برآورده خواهد ساخت. بگذارید کمی جزئیات را بیان کنم. در اینجا دو مجموعه شرط وجود دارد و دولت افغانستان مایل است در مورد آنها کاملا شفاف باشد، زیرا هدف ما این است که این شرط ها را برآورده کنیم. در سقف کمک های جامعه جهانی به افغانستان 2 میلیارد دلار یا 15% کمک در مقایسه با سال 2016 کاهش آمده است. 4 سال پیش جامعه جهانی 15.12 میلیارد دلار به افغانستان کمک اعلام کرده بود. این بار اما کاهش در سقف کمک های 4 سال آینده و ادامه آن نیاز به عملی شدن شرایط گوناگون هر کشور از سوی دولت افغانستان دارد. اما واقعا چقدر ما تانستیم از واقعیت عینی کارکرد حکومت
و یک نحو آگاهی داشته باشیم، چنانچه ما میبینیم که اگر کسی متهم به فساد میشه از یک ریاست به ریاست دیگه منتقل میشه، از یک وزارت به وزارت دیگه منتقل میشه و داستانی که واقعا دردآور است و فکر میکنیم که همه دانشمندان در رهبری هستند و متواقی با تاسف همه به یک نحو پیرو و بیننده. اما امیدوار هستیم که روز برسه بتانیم خود ما به خاطر خود ما حداقل تصمیم بگیریم، چون خود ما اگر نتانیم به خاطر خود ما تصمیم بگیریم، فرزندان ما هم مجبور هستند که همین مسیر دنبال کنند. بیشتر صحبت خواهیم کرد با آقای ادریس رحمانی، آگاه رابطه بین ملل از امریکا، محمد ناظر محسنی مشاور رئیس جمهور از کابل، آقای محمد داود قیمی پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعه از کانادا. مهمانان گرامی سپاسگزار هستم که وقت گذاشتین. رحمانی صاحب، اگر بحث صلح به نتیجه می رسید، آیا کمک ها بیشتر می شد و اگر این حکومت نمی بود کدام حکومت دیگه می بود، باز هم می تونستیم کمک ها را دریافت کنیم؟ با سلام به شما مهمانانی که در بحث هستن، احتمالا اگر بحث صلح به نتیجه می رسید کنفرانس که متفاوت از این می بود. به احتمال اغلب کشورهای دنیا در افق یک روشنی نسبتا متفاوتر می دیدن و به احتمالا صحبتهایشان متفاوت می بود از آنچه که فعلا صحبت کرده. ولی بدون شک اگر حال هم طرف کمک ها ببینین، به شکل ارائه شده که زیاد چاره برای هر دو طرف نمیگذاره که کنار نبرن. من مطمئن هستم که در طول 20 سال گذشته، حداقل 20 سال، من فراتر از ایشو میادم هست، ولی در 20 سال گذشته پیوسته سیاسیون افغانستان به احساس دنبال کردن پول تصمیم گرفتن و حمل کردن تا ای که به احساس کدام اجندای سیاسی اقتصادی که بر محور منافع مملکت باشه عمل بکنن. و این جامعه بین المللی خوب میدانند و در نهایت از نمی وسیله بسلا تشویق کردن یا تطمیع کردن پیوسته استفاده میکنن و برشان به شکل میگذارن شرایط خود و مقدار پول به شکل میگذارن که ناچارشان بساده به مسیر برن که جامعه بین المللی میخواهد. درست. رحمانی صاحب، با پوزش، جنگ در افغانستان جنگ چی است؟ شما تصورتان چی است که واقعا ما درگیر یک جنگ بسیار طولانی ولی بی معنی و بی مفهوم و بی پایان هستیم؟ این جنگ به خاطر چی است؟ آیا به خاطر چند نفر است و یا نه، ما در جغرافیای زندگی میکنیم که باید همین جنگ روی ما تحمیل شده و باید ادامه بتیم، بخوایم نخوایم یا کشته شویم یا جنگ کنیم و یا فرار کنیم، یعنی چه؟ از جنگ از دید هر کشور و از دید هر عامل در میدان جنگ بسیار زیاد فرق میکنه. اگر از دید کشورهای منطقه‌ای ببینیم، جنگ در افغانستان پیوسته به خاطر توسعه بسیار جدی جغرافیایی سیاسی و اقتصادی نظامی پاکستان جریان داره، از حداقل از سالهای 1900 و در این جنگ که حالا پاکستان رهبرش است به یک نحوی حالا دخیل است، شما به او اشاره کردین، چقدر ما افغانهای پاکستان دوست در او دخیل هستیم فکر میکنین؟ جزا بدین تشریح کنم. جنگ از دید کشورهای منطقوی منافع منطقوی است که در تضاد بسیار جدی است. افغانستان در یک چهارراه یا سه راه بین سه بازار اقتصادی متفاوت قرار گرفته. ما بسیار یک بازار پررنگ و روی روغن در طرف غرب خود بازار نفت داریم و یک اقتصاد بسیار زیاد در حالت به اصطلاح تقریبا انفجار بسیار به سرعت رشد داره، در هند و چین هستیم و در مجموع جنوب آسیا در کل و آسیای جنوب آسیای شرقی. و در این زمان ما در شمال در با یک تعداد از کشورهای روبرو هستیم که به نهایت پتانسیل دارن ولی هنوز دست داده نشدن، خصوصا پتانسیل انرژیشان. بنابراین افغانستان به نیست یک سیرا یا چار را یک دلیلی که جنگ در اینجا جریان داره امی است که هر کشور میخواهد در این مارکت ها دست بلندتر داشته باشه و کسای دست بلند نمی داشته باشن که در کنترل شاهراها و
جغرافیا دست بلند داشت. از نظر مردم افغانستان این جنگ، مردم بسیار عادی افغانستان این جنگ پیوسته یک منبع درآمد است، چی برای نظامی های شورشگر مثل طالبا است، چی برای دولت و نظامی های دولت است و چی برای کارمندای دولت یا با مردم عامه. بخاطر افغانستان از اساس خود اقتصادی که تکافوی زندگی روزمریش بکنه نداره، بنا از این مود یک چیز حداقل خوش هستن امین نظام که مثلا میبینین دولت بسیار زیاد به اصطلاح را به جشن میگیره و به افتخار میگه که ما کمک به دست میاریم. دلیلش همین است که میگن که خب اگه نمی نباشه دیگه ما هیچ درآمد عایده نداریم. بنان درست است هر چی اینا میگن میکنیم، اگر میگن جنگ کنیم جنگ میکنیم، اگر میگن صلح کنیم صلح میکنیم، ولی همین عایده کار داریم. به این شکل من مطمئن هستم طالبان این چیز خود گفتن، من مطمئن هستم دلیل گیره شرط گذاشتنی است که طالبان ناچار میشن به اساس حرصی که در تمام انسان ها است به خاطر سهم گرفتن در این پول تا حد امکان کوشش بکنن کنار بیان امرای دولت و در چهار سال آینده در این پول تا حدود سهم بگیرن. دلیل اصلی جنگ از نظر افغانایی است که زندگی روزمرهشان از این طریق تمویل میشن. بسیار زیاد تشکر. جناب محسنی، آیا واقعا از 2016-18 حالا 2020 از 2016 تا 2020 ما در کنار از این که بتانیم به یک نحوه برای جهان یک دستاورد داشته باشیم برای خود ما کاری کردیم؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، ما نباید فراموش بکنیم که افغانستان یک کشور در حال جنگ است و متاسفانه که تمام مسائلی که در افغانستان جریان داره، حتی بازسازی و دولت سازی و هر کار زیربنایی که ما تصور بکنیم به یک نحوی تحت تاثیر مشکلات ناشی از جنگ در افغانستان هست. دولت افغانستان در زمینه‌های مختلف انکشافی محسنی صاحب، همین جنگ فکر میکنین به کدام دلیل است؟ ما خود ندیدیم که واقعا به عنوان یک جوان که همین هدف جنگ چی بود آخرش؟ چه کسانی همین دعوای جنگ، اگر جنگ بوده ما نتیجهش ندیدیم. واقعا از هر زمانش ما گذشتیم، هر مرحله را گذشتانیم، ولی دیدیم که چند نفر به خودشان یک چیز ساختن و این جنگ فقط یک روپوش به خاطر منافع چند نفر بود. آیا فکر میکنین هنوز همی جای صحبت داره که ما کشور در حال جنگ هستیم و یا نه کشور کنترل شده توسط چند نفر به خاطر جنگ هستیم؟ یعنی چه؟ ببینید هر قسمی که ما شما تعبیر کنیم، افغانستان فعلا کشوری است که آتش جنگ در اونجا شعله‌ور هست. چه کسان همی آتش جنگ شعله‌ور میسازه و واقعا چه کسی نقص میکنه؟ چه کسی فایده میکنه از جنگ؟ ببینید این که عوامل و دلایل از این جنگ چی میتونه باشه و چقدر تا حد زیادی بر همگان واضح است، افغانستان کشوری است که نقطه تلاقی تضاد منافع مختلف از جهات اطرافش در عرصه بین المللی و منطقه‌ای واقع شده و متاسفانه در یک مقطعی از تاریخ و حتی تا هنوز را در بخش‌های از افغانستان تروریسم در گوشه گوشه مملکت ما شما به خود جا باز کرده و جا گرفته و اونا به خاطر منافعی که به دنبالش هست و چی در منطقه و چی در سطح جهان، متاسفانه که منافع ملی مردم افغانستان را به گروگان گرفته و ما دولت افغانستان و مردم افغانستان در تلاش هستیم که کوشش کنیم به یک نحوی از این حالتی که ما را به یک نحوی مشکلات بگرم آتش جنگ را در کشور ما شما شلوار کرده خود خلاص بسازیم که متاسفانه تلاش ها تا هنوز به نتیجه نرسیده. چرا نتیجه نمیده؟ آقای محسنی، شما با عنوان مشاور رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان با داشتن بیش از 30 میلیون نفوذ و بیش از هزاران کادر و معلم و نمیدانم دانشمند، چرا نمیتونیم ما وضعیت کنترل کنیم؟ کسانی که میجنگن آیا بر حق میجنگن؟ کسانی که مبارزه میکنن آیا واقعا اونا هدفشان درست است؟ پس ما بریم به یک نحوه از اونا حمایت کنیم؟ یعنی چی؟ جنگ چی است؟ جنگ کی است؟ چه کسانی باید اینجا بلند شوند و صدا بلند کنند و
چه زمانی باید تغییر بریم واقعا؟ به عنوان یک جوان میخوایم بدانم که امی حکومت نظامی که یک دزده میتونه به خاطر دزدی 10 ماه حبس کنه، یک کسی که قتل ناعمد انجام میتونه 30 سال حبس کنه، خب 5000 زندانیه که متهم به قتل هزاران جوان هستن، اینا را چرا آزاد میکنه؟ چه خبر است واخنده ای سرزمین؟ چه بازی در جریان است؟ ببینید، من پیشترم برای شما گفتم که جنگی که در افغانستان جریان داره متاسفانه ریشه های خب این ریشه ها را مسئولیت خشکاندن شکی داره. آیا یک کشاورز باید برای ریشه شب بخشکانه، یک پنچرمین باید ریشه شب بخشکانه، یک کسی که به نحوه گلکار است باید ریشه شب بخشکانه، و یا نه آقای غنی که دای رهبری میکنه شما مشاورش هستین باید بخشکانه؟ شما بیشتر از این که ما تحلیل کنیم بیشتر شما گپ میزنید. خواهش میکنم، ما میخوایم بیشتر مردم افغانستان بدانه، مردم افغانستان بدانه، حداقل ما به عنوان یک جوان میخوایم از این فرصت استفاده بکنم که مردم بدانند که ما دیگر فرصتی به خاطر از دست دادن ندارن جناب محسنی، و نباید از کسان به یک نحوه مهربانی. شما بیشتر از ما گپ میزنید، ببانید که ما جواب خود بتون بفرمایید. ببینید، ما پیشتر عرض میکردم که جنگی که در افغانستان جریان داره و از مردم افغانستان قربانی میگیره میتونه ابعاد مختلف بین المللی و حتی داخلی داشته باشه. میتونه یا هست؟ امی ابعاد واقعا وجود داره و یا میتونه باشه؟ ببینید، پشت جنگ افغانستان متاسفانه کشورهای مختلف چه در سطح منطقه کدام کشورها مثلا از منطقه وجود داره که افغانستان را با کمال تأسف به این وضعیت رساندن. کدام کشورها مثلا آقای محسنی با پوزش شما میفهمید که در حال حاضر حدود 22 گروه تروریستی در افغانستان آمده و جای گرفته. مردم افغانستان این گروه ها را نمیشناسند و اینا هیچ کدامش منشأ داخلی نداره، بیشتر از اینا مداخلات بین المللی هست که کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای حتی به او دخیل است که متاسفانه همه اینا دست به دست هم داده و مملکت ما و شما را بیش از 40 سال است که در ناآرامی و مشکلات جنگ درگیر کرده. حالا نوبت ازیر و وقت ازیر رسیده که ما افغانها بیاییم دور هم و بشینیم و همین پیامتان برای کی است آقای محسنی؟ با پوزش بر مردم است، برای رسیدن به نقطه پایان از این جنگ دست به دست هم داده کار بکنیم. درست، دست به دست هم بتیم از بسیار زمانهای طولانی ترویج است و رواج است، ولی هیچ کسی دست به دست هم نداد. هدفتان از همین صحبت کی است؟ سیاستگران است که همه مصروف یارگیری هستن، همه به خاطر منافع شخصی کار میکنن. امو بدبختی است که واقعا یک کراچی داره و بالا سپیکر صدا میکنه و از شب هم با 100 افغانی به خانهش میره. منظورتان کی است واقعا؟ کسانی که از غرب آمدن و قرار است فردا برن و هنوز هم در غرب اکانت های بانکیشان فعال است و اونجا همه چیزشان به یک نحوه فعال است و ما و شما به خاطر از اونا صحبت میکنیم، این است چه کسانی باید دست به دست هم بتن؟ هدفتان چی است؟ ببینید، واقعیت های عینی جامعه فعلی افغانستان متاسفانه فراتر از آن چی هست که ما شما تصور میکنیم. موقعیت شما فکر میکنم تصورتان یک کمک بالاتر است. افغانستان من حیث یک منطقه ای که محل تلاقی منافع مختلف در کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته و همه از اینا متاسفانه در پشت قضیه افغانستان هست. ما نمیتونیم این قسم تصور بکنیم که مشکل که فعلا در افغانستان جریان داره، جنگی که فعلا در افغانستان جریان داره، صرفا بود داخلی و بین الافغانی داره. قطعا کسایی که به خاطر منافع کشورهای مختلف، ما پیشتر عرض کردم که بیشتر از 22 گروه تروریستی در حال حاضر متاسفانه در افغانستان فعال است و هر کدام از اینا حامیان مختلف و انگیزه های مختلف اینا را و با تأسف که در افغانستان شعله‌ور ساخته. بنابراین اگر بخواهی که راه حلی برای ختم جنگ و بحران در افغانستان پیدا شود، ما باید با در نظر گرفتن تمام عوامل داخلی و عوامل بیرونی که جنگ را بر مردم افغانستان تحمیل کرده به یک راه حل منطقی برسیم. سپاسگزار هستم از شما جناب آقای محسنی، امیدوار هستم که بتانیم حداقل با هم
یک مسیر را پیدا بکنیم که بدون از اینکه یک نحوه تصویر بر ما ایجاد کردن خودمون یک تصویر هم ایجاد بکنیم. قیوم صاحب شما هم خوش آمدید میگیم. در شرایط جاری فکر میکنین افغانستان چه چیز نیاز داره به خاطر کمک گرفتن و رسیدگی به مردم افغانستان؟ آیا ما میتونیم امیدوار باشیم که با چنین ساختاری که به یک نحوه یک وزیر که از یک وزارت سلب صلاحیت میشه میه به دیگر وزارت، یک رئیس که متهم به فساد است میه به دیگر ریاست، حالا نمونه های متفاوت و گوناگون داره، اینا یک به یک نحوه یک تیمی که همه مردم افغانستان را به گروگان گرفتن 13 میلیارد باشه یا 300 میلیارد باشه چه تفاوتی داره؟ آیا واقعا میتونیم خوشبین باشیم با آینده و یا نه؟ ما یک تیمی را داریم و یا یک رهبری را داریم که همه چیز به خودش میخواد و قرارم نیست که بر افغانستان اصلا رد و پای بگذاره. برام خداوند سلام خدمت شما و میمونای در بس. ببینید قبل از اینکه ما راجع به سوال مشخص ارائه بکنم، لازم بدونم که در ارتباط با بحثی همکاری های جامعه جهانی و مشکلاتی را که پیشتر دوستان میشاره کردن بحث مختصر داشته باشم. ببینیم بعد از 20 سال حکومت داری در افغانستان و شعاری مبارزه با فساد اداری، بازم ما در یک مرحله قرار داریم که مثل که در گذشته 10 سال پیش 15 سال پیش قرار داریم. بازم شما میبینین که بحثایش مخصوصا شرایط گذاشته میشه در ادامه همکاری با دولت افغانستان. وقتی که شرایط گذاشته میشه معناش است که حکومت داری خوب در افغانستان نبوده، مبارزه با فساد صورت نگرفته. اگر ما مشکلات افغانستان از جنگ شروع و دیگر چالش هایی که فعلا در جامعه وجود دارد دسته بندی بکنیم، دست کم دو مشکل به شکل جدی وجود داره. یک مشکلش که جنگ است، بخش زیادش تحمیل شده است و خب بدون شک جنگ تحمیل شده است، مردم در برابر جنگ قرار فکر دارن. میکنین آقای قیومی چه کسانی همین جنگ تحمیلی را به یک نحوی امو زلش هم میگرن به شانه و پیش میرن و رهبران و حکومت افغانستان جزی از امو علمبرداران همی جنگ تحمیلی هستن؟ اجازه بتین در این قسمت هم میخواستم صحبت بفرمایم. یک بفرمایم. مشکل جنگی است که تا حدود تحمیل شده و این جنگ هم با رابطه داره با دولت ضعیف هم. درست. مشکل دیگه که عبارت از ضعف حکومت داری است، بحث فساد گسترده است، مسئله تعصب است، مسائل قومیت است. این مشکل خود حکومت داره افغانستان است. ما نمیدانیم مشکلاتی که فعلا در جامعه وجود داره، ما رابطه بدیم با خارجی ها، رابطه بدیم با جامعه جهانی. من از خیلی متاثر بی هستم که هنوزم ما بعد از 20 سال پیشرفتی در مبارزه با فساد نداریم، بعد از 20 سال پیشرفتی در حکومت داری نداریم و بازم وقتی که کمک های جامعه جهانی رابطه میگیره به افغانستان شرایط گذاشته میشه. قیومی صاحب دمی 20 ساله که شما در او رابطه صحبت میکنین، مثلا 10 سال یا 15 سال آقای غنی بود و یا حالا 6 سال یا 5 سال آقای ببخشید کرزی بود، 15 سال و یا 10 سال بعد از او آقای غنی بود، چه چیز تغییر کرد؟ مثلا به عنوان یک تغییری که میتونیم بگوییم حداقل بنیادی بوده و حکومت ها تغییر کرده و این ساختارا تغییر کرده، چه تغییر کرده و یا نه واقعا ما یک مسیر را دنبال کردیم که همه برنامه ریزی شده بود و هیچ صلاحیتی به خاطر تغییرش نداریم؟ ببینید طبیعی است که در افغانستان در این بحث سال تحولات بسیار عمده شکل گرفته، پیشرفت های زیادی صورت گرفته که ما نمیتوانیم پیشرفت ها نادیده بگیریم. نه بحث پیشرفت به جدا از جناب قیومی، حالا بحث تغییر اساسی که حداقل در تغییر حکومت ها و رهبران به وجود میاد هدف مایی است. خب در بحث تغییر هم تا حدودی تغییرات صورت گرفته، اما مثلا. اگر محور بحث رابطه بتیم نوی حکومت داری و کاهش فساد، پیشرفت در فساد، متاسفانه در این وقت پیشرفتی صورت نگرفته، حکومت داری چندان تغییری نکرده. شما مثلا به عنوان مثال پیشتر اشاره کردین در مبارزه با فساد، چرا یک هنوزم فساد وجود داره، یعنی فساد کاهش پیدا نکرده؟ در مبارزه با فساد تا حدودی یک نوع مبارزه گزینشی است، یعنی با تعدادی از
مبارزه صورت میگیره و به تعداد چشم پوشی میشه. با می شرایط حالا ما بازم میم سر سوال خودم آقای قیومی، با می وضعیتی که ما یک روز مانده به نشست ژنو کمیسیون مبارزه با فساد ایجاد میکنیم، هنوز هم ما آب نداریم، برق نداریم، متاسفانه واقعا خنداور است در قرن 21 با این وضعیت که آقای محسنی اشاره کردن که قلب به یک نحوه منطقه هستیم و جنگ جغرافیایی و جیوپولیتیک جریان داره سر ما، تقصیر کی است پس؟ چه کسی باید به دعوا کنه و چه کسی باید صحبت کنه و یا نه همه باید بنشینیم و بگویم نه ضرری به ما نرسه و باید با جناب فلانی گوش کنیم که ایشان میگویند ما باید در روز 2 ساعت برق داشته باشیم، بیشتر از اون نه؟ تقصیر کی است؟ چه باید کرد؟ خب تقصیر بیشتر ما مشکلات بیشتر دستبندی کردیم. در بودی مسائل حکومت داری، عرصه خدمات، مبارزه با فساد، هر نوع مشکلاتی که فعلا شما میبینین و از اون مشکلات روزمره رنج میبرین تقصیر حکومت داراست. تقصیر کسایی است که در قدرت هستن و نمیتوانن خب. خدمت شایسته مردم. حالا اگر همین 13 میلیارد کالا وعده شده بر 4 سال بر افغانستان، فکر میکنین که 13 میلیارد به کجا به مصرف میرسه؟ 120 کمتر و بیشتر میلیارد دلار آمریکا مصرف کرد تنها به خاطر بازسازی، اما ما میبینیم که بلند منزله های آقای فلانی و فلانی بلند شده ولی هنوز هم به یک نحو راه روش آب روش ساخته نشده و یک گدایی که 5 فرزندش به یک نحو گرسنه است و شوهرش از دست داده زیر امو بلند منزل استاده و گدایی میکنه، جواب ایره کی میتوقع؟ این واقعیت است، اما ما ذره نداریم، موترهای شیشه فلم نداریم که به یک نحوه نبینیم. ما میبینیم به عنوان یک جوان میبینیم و همه روزه برای ما عکسش و پیامش میرسن. تقصیر کی است؟ و 300 میلیارد اگر باشه فکر میکنین که همی حکومت با همی ظرفیت میتونه برای مصرف کنه؟ خب چیزی که خیلی مهم است البته نگرانی که جامعه جهانی وجود داره، مخصوصا شرایطی که وضع شده، به خاطر ای است که نسبت به وعده های دولت کشورهای کمک کننده تا حدودی دیدگاه خوب و مثبت ندارند و به این باور هستند که حکومت در مبارزه با فساد پیشرفت نداشته. پیشتر شما اشاره کردین که 2 روز پیش از شروع کنفرانس و کنفرانس ژنو حکومت 5 نفر از اعضای مبارزه با فساد کمیسیون مبارزه با فساد مقرر کرد و معرفی ساخت. معناش این است که شما ببینید که چقدر یک نوع حرکت‌های نمایشی و شعارگونه که پیامی بتن به جامعه جهانی که در مبارزه با فساد جدی هستند، در حالی که در این قسمت بیشتر هم اشاره کردم پیشرفت قابل توجهی در مبارزه با فساد صورت نگرفته. بسیار زیاد سپاسگزار هستم از شما جناب آقای قیومی و محسنی و رحمانی. در این بخش برنامه وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. رحمانی صاحب، با توجه به ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی افغانستان، فکر میکنین که واقعا ما چطور میتونیم از این وضعیت به گونه عموم و یا به گونه استفاده بکنیم که تمام مردم افغانستان از اون مستفید شوند و یا نه واقعا مثل کمک هایی که حالا امریکا میگه 123 میلیارد دلار مصرف کردیم و سیگار میگه که 60 میلیارد دلار یا 50 میلیارد دلار به هدر رفته و حیف میل شده و داریم پرونده های کالا و وزرای بسیار محترم هستند که در پست های دیگه کار میکنند، امی ساختار ما را به کجا میبره؟ آیا واقعا این 13 میلیارد که تاکنون به یک نحوه گفته شده کمک میشه این به نتیجه میرسه و یا نه واقعا باز هم بازی دیگری در جریان است و یا مرحله دیگه؟ خب من فکر میکنم جواب بسیار روشن است. شما نمیتونین حتی حدس بزنین که در طول 20 سال روند به یک مسیر رفت و به یک شکل رفت و تمام چیزهایی که تجربه کردین به نیمی شکل بود ولی فردا دفعتن یک چیز دیگه میشه. این امکان نداره. احتمالش هست اگر امی فشار جامعه بین المللی باعث شوه که دولت فعلی که بدون چون چرا نه تنها مسئله ظرفیت گوشه گذاشته شد، اساسا تعهد بسیار جدی برای از اینکه افغانستان از این وضعیت بکشن ندارن، ولی در پهلویش ظرفیت هم به قدر کافی که افغانستان از این وضعیت بکشه وجود نداره. رحمانی صاحب،
با پوزش از 2018 مثلا تا 2020 ما چی کردیم؟ چی چیزی گفته بودن چی کردیم؟ ما دستاورده که الان امروز میرن برای کمک کننده ها میتن واقعا نمایشی است و یا انجام شده و یا نه یک تصویری است مانند یک تصویری که حالا ساخته میشه و فقط نمایش داده میشه یعنی چی؟ از 2018 تا 2020 فقط دو سالش مثلا چی کردیم ما؟ بگذاریم امید امی پروسه امی میخانیکیت امی کمک ها را کمک دستر از نظر جامعه جهانی وقت پول بر افغانستان تعهد میکنن یا روان میکنن در پهلویش یا زمیمهش یک هدف سیاسی که بر منافع و کشور مطرح است یک جای شده میه ولی اکثرا این زمیمه را بر مردم نشر نمیکنن تنها میگن شرایط داریم ولی بر رئیس جمهور و وزیر مالیش میگن که این شرایط از اینی پیسر تحت این شرایط میدیم از نظر از اونا به محضی که امو چیز براده شود بعد از او زیاد برشان مهم نیست که پیسه چی شد ویده 20 سال به می شکل جریان داشته معمولا این نقطه از این کار بسیار درست انجام میشه هیچ دولت تال بسادگی نتانسته که از این بسیار زیاد سر باز بزنه هر چیزی را که جامعه بین المللی ازشان میخواد اساسا جامعه بین المللی هم نیست هر کشور برای پول خود به گونه خودش و به اساس منافع خودش زمینه میگذاره این را هم کاندیشنالیتی میگن این معمولا به موثریت نسبتا لازمش تنها گاه گاه وقتی که درست انجام نمیشه اونا تفتیش خود میارن میبینن و حکومت نشان میده که یا ظرفیت نداشتیم یا اشتباه کردیم ولی تمام تعهد دویش بسیار دقیق است یعنی دولت های 20 سال گذشته در امر بجاوردن شرایط دولت های تمیل کننده اجگاهی به صلاح نخواستن سر باز بزنن قسمت دوم از این دولت هم میدونه اونا هم میدونه که با محض که ما شرایط از نور آماده کنیم بعد از این پیسه به دل ما هست که چی میکنیم وقتی در چی دولت قرار میگیره در هیته کنترل دولت قرار میگیره خب این نوفته نمونه یک مقدار از این کشورا یک مقدار از این پول کشورا میخواهند که یا خودشان مستقیم مصرف بکنن یا برای مؤسسات غیر دولتی میگذارن اینا را که بگذاریم اما قسمت اگه بحث بکنیم که اکثریتش به وزارت مالیه میره بعد از این دولت باز تصمیم میگیره که به اساس اولویت های خودش شیره به اصطلاح بودجه بکنه در این جهت که شما یک جنگ بسیار جدی یک جدال بسیار جدی بین سیاسیونی که در دولت هستند و بیرون از دولت ماندن و در این زمان بین سیاسیونی که در دولت هستند و در پارلمان هستند اینا اینجا یک جدال بسیار کلان شروع میشه که هر روز میبینیم مثل یک تئاتر جریان داره همیشه بالا یک دیگه حمله میکنن وقتی که جور نمیدن بازم بگن که شما دینی وقتی دوزی رکدین شما دینی وقتی دوزی رکدین ولی در نهایت روند به این شکل است که نمی به اصطلاح الوکیشن یا بودجه ساختن اینمی پیسه یک مقدار زیاد از جدال به وجود میاره از رحمانی صاحب بسیار بپوزه شما مثلا در امریکا هستین نیویورک، واشنگتن، لاس وگاس حالا هزاران مناطق دیگر در امریکا شهرها ایالت ها ما در کابل پایتختی که 20 سال ناتو و امریکا در اینجا حضور داشت امروز میریم هیچ چیزی بجایش نیست هیچ چیزی منظم نیست هیچ چیزی درست نیست آیا ما واقعا دانشش نداریم و یا ما باید به می سیستم باشیم آیا جهان میدونه که ما مثلا از مترو هنوز چیزی نمیدونیم آیا میدونه که ما از بسای شهری و یا بسای برقی و یا هر آن امکاناتی که حداقل شما اونجا میبینین ما چیزی نمیدونیم و یا نه اینا هم مواردی است که مانند مترو بس شهرداری کابل که گفت اعلام میشه ولی فقط عکسش بود اینا به جهان عکس نشان میتن چه خبر است و یا نه باید ما در داخل هم به یک نحوه به عنوان شهروندان کشور مسئولیت داریم که صدا بلند کنیم که ما فلان چیز داریم و فلان چیز نداریم مثلا بیمارستان ما دوا نداره دکتر نداره آب ما وقت باران میشه همه کابل میگیره در خانه های ما میره همین مشکل کی برسانه برای جهان اجازه بدین ما همین سوال قبلی یک ذره مهم است امیر یک دفعه تکمیل کنم به این سوال بسیار کوتاه جواب میدم درست این مهم است کلگی بدون این پیسه باز کجا میره و چی شکل میشه و سوال اصلی تون که بسیار جد مهم است که چرا نتیجه نمیده چون این پیسه پیوسته 20 سال مه ولی زندگی مردم تغییر نمیکنه مهم است در جزئیات اگر نرین نمیفهمین که مشکل کجاست بگذارین امرو یک مقدار پولی را که دولت بودجه میکنه کمترین به اصطلاح حیف و میل از این در معاشات دولت است حتی یک مقدار از این میره به معاش کارمندا چی از پلیس است چی از سرباز است چی از معلم است
در این هم بسیار زیاد به اصطلاح فساد وجود داره، بسیار کارمندای است که وجود ندارن و بسیار از این به جیب یک نفر میاد، ولی انوز هم موثرترین بخش از این کمک همیست چون به مردم مستقیم میرسه، حداقل برای کارمندا. یک مقدار دیگه از این تماما مکمل کانترکت میشه یا قرارداد میشه برای مؤسسات. بیشترین جنگ سیاسی در افغانستان و بیشترین به اصطلاح فسادی که در قبال کمک‌های بین‌المللی در قبال در نیم منطقه است. رئیس جمهور خودش کمیسیون خود جور میکنه برای تدارکات، برای خریداری، معاونایش، نزدیکایش، دوستایش، هر کدامش کمپانی‌های خود جور میکنن و کوشش میکنه تا حد امکان بیشترین پیسه را از طریق قراردادها بگیرن و جنگ‌های عجیب و غریب صورت میگیره، اختطاف‌ها، انفجارها، در نهایت پول به شکل تقسیمش یک تعداد میگیرن. ولی از این نقطه‌ای که اینا قرارداد میگیرن تا نقطه‌ای که کار میشه چندین قراردادی با یکی دیگه ای را قرارداد میکنن و یک تعداد از قراردادی‌ها موثریته که از این پول میبینن پیسه پیدا میکنن، گفته شما بلند منزل جور میکنن، ولی در نهایت چیزی که در آخر میمونه که باید بنویسی دستاورد به جامعه جهانی نشان بدین بسیار ضعیف و بیکاره میشه و متاسفانه جامعه جهانی هم زیاد علاقمند نیست بره او را دوباره چک بکنه به خاطر او شرایط خود به دست آورده. میمونه به قسمت سیوم از این پیسه که عملا دولت خودش بسیاری وقت میگه که ما به مسائل مختلف خصوصا بر مسائل منافع ملی میگن استفاده میکنیم، معمولا در بود اقتصادی و اقدر زیاد چی نمیگن زیادتر در بود به اصطلاح امنیت و رشوت دادن و به اصطلاح جمع ساختن سیاسی ایر استفاده میکنن. یک مقدار زیاد تنش بین جامعه بین ملی و دولت پیوسته سرزنمی است به خاطر اونا نمیخوان پیسه به شکل استفاده شه، ولی دولت با استفاده از تکنیک های مختلف که در دنیای مالی است با وزیرای مالی مختلف کوشش میکنن که به شکل، ولی در پهلوی از وزیرای مالی و کارمنداش به نهایت از استفاده جویی هم میکنن. حالا برمیگردیم به سوال شما. خب اگر یک ساختاری به این شکل داشته باشه این خب واضح است که هیچ وقتی به اصطلاح نتیجه نمیده، ولی مشکل کلان این ساختار تنها این نیست که مثل یک چلاوساف پیوسته از این همه چیز میریزه و به منزل مقصود نمیرسه. مشکل اساسی از این است که شما در رأس جامعه ایتان یک طبقه سیاسی رو در 20 سال گذشته آوردین که اینا خوش دارن دولت پیوسته دست به گدایی باشه و پیوسته از جامعه بینلی پیسه باید چون منافع شخصی شانه داشت میبینه. اینا علاقمند نیستن که دولت اقتصاد به خود ایجاد بکنه یا از جامعه افغانستان اقتصاد ایجاد بکنه، چون در اون سیستم بسیار با مشکل شما میدونید پیسه کسی را از جیبش به زور بگیرید. بسیار تشکر رحمانی صاحب. محسنی صاحب، حالا صحبت‌های آقای رحمانی را شنیدیم، آخرش بسیار مهم و جالب است که حالا ما گدایگر شدیم و عادت کردیم به گدایگری و اگر بیم به داخل به خود ما خدمت کنیم اصلا مزه نمیکنه. چه خبر است واقعا؟ ای 13 میلیارد هم رفتیم گدایی کردیم و بعد از او دیگه خب باید 4 سال بعد حکومت تمام میشه و همه چیز هر حیف و مل کنیم، با قول هم دیگه هیچ چیز نمیمونه. چی کنیم باید که واقعا حداقل گدایی، اگر گدایی هم میکنیم یک چیزی برای ما باشه، ولی یک کمی هم برای مردم برسه. آیا خوب است این وضعیت و یا نه زیربنا ساختیم، بند ساختیم، بندی که حالا مثلا شاه و عروس به گونه مثال 5-10 سال است که فقط خشت روی خشت مانده میشه ولی تصاویرش گرفته میشه و بعضی از بزرگوارا نشر میکنن. با پزشک بازم من زیاد صحبت کردم، چطور بتانیم یک تعادل ایجاد کنیم برای خدمت رسانی به مردم و حیف و میل برای خود ما؟ من میخوایم به یک نقطه اشاره کنم که ما باید توجه داشته باشیم که نام کشور ما افغانستان است و کشوری است که از 40 سال تا همین لحظه را در این کشور جنگ جریان داره. ما دیروز دیدیم که در بامیان چه اتفاق افتاد، ما چند روز پیش در پانتون کابل چه اتفاق افتاد. ما هنوز یک کشور نرمال با یک حالت خیر و خیریتی نداریم، متاسفانه که استانداردهایی را که ما و شما او را در کتاب ها میخوانیم و یا در تیوری های علمی میبینیم. اما محسن صاحب با پوزش، آیا با پوزش رحمانی صاحب، یک لک و یک هزار، یک صد هزار و یا 150,000 سرباز امریکایی کفششان به این سرزمین پایش خورد. هر امریکایی سالانه 100,000 دلار اینجا مصرف داشت. در کنارش ناتو با تمام توان نظامی در کنار حکومت افغانستان بود، چرا نتونستیم استفاده کنیم؟ و یا نه واقعا ناتو ما را فریب داد و ما نگاه کردیم که ما را فریب بده؟ کجای کار هستیم؟ ما اشتباه کردیم و یا ناتو ما را فریب داد و یا ناتو ناتوان است؟
ببینید ما میخوایم همین رو میخواستم در شما بگم ما یک این کشوری داشتیم که اینقدر نیروهای خارجی برای کمک با ما به اینجا آمد و ما تانستیم یعنی طی مراحل مختلف خود به یک حالت برسانیم که فعلا مدتی است چند سال است که نهادهای اساسی دولت ما شکل گرفته ارگانهای دولتی و نظامهای دولتی ما و قوانین و مقررات دولتی ما در حال شکل گرفتن هست و اردوی ما تازه چند سال است دو سه سال است که در عملیات نظامی فکر میکنین که صحبت آقای کرزی میخوایم یک کد کنم برای شما محسنی صاحب آقای کرزی زمان گفتن که اگر پول دزدی میکنین رشوت میخورین در جان مردم میزنین همینجا یک بلند منزل آباد کنین و بیرون نبرین آیا واقعا صحبت از اونا تطبیق شده و ما چقدر تانستیم بلند منزل ایجاد کنیم و رشوت هایی که گرفتیم دزدی هایی کردیم در داخل حداقل سرمایه گذاری کنیم آیا حداقل همی صحبت آقای کرزی کردیم در داخل سرمایه گذاری کردیم و یا نه دزدی ها را بردیم و بیرون رفتیم من میخواستم به همین نکته برسم که وقتی که ما یک چنین مملکتی را داریم که از هر عرصه‌ای که شما تصورش رو بکنید ما از صفر شروع کردیم تازه به یک حالت رسیدیم که میتونیم بگیم که فعلا ارکان دولت ما و قواعد و مقررات و اصولی که باید بتونیم با توسط از او جلو برخ مشکلات را بگیریم رسیدیم از این لحاظ که نرسیدیم در این دوره فراموش نکنیم که مشروط ساختن کمک ها از پیشنهادات خود دولت افغانستان است دولت افغانستان قبول داره که در گذشته مشکلاتی وجود داشته ما در عرصه های مختلف چه در مبارزه با فساد اداری چه در حکومت داری چه در استفاده از کمک ها مشکلات خود در گذشته داشتیم بر همین اساس است که خود رئیس صاحب جمهور جمهوری اسلامی افغانستان خودشان پیشنهاد میکنه که در این مرحله کمک های جامعه جهانی خوب است که مشروط شود درست حالا محسنی صاحب بحث من مشروطیت نیست حالا اگر طالب هم است اینا بود مشروط به مصرف برساند از این لحاظ است که توجه دولت هم برازی هست که نهادهایی که بودجه را به مصرف میرسانه اینا با یک پاسخگویی درست محسنی صاحب در صورتی که حداقل 4 سال و یا 2 سال و یا 1 ماه و یا 1 سال قبل از او تعهد حکومتی باشه که ما کمیسیون مبارزه با فساد می سازیم ولی یک روز مانده به ژنوایی را می سازن شما با عنوان مشاور رئیس جمهور امیر امو منطق شخصی خودتانی را چی میگه؟ ما چی کار میکنیم؟ آیا واقعا به مردم کار کردیم و یا نه؟ فقط یک نمایشی است که باید به یک نحوه انجام شود تا بتانیم بیشتر زراندوزی کنیم ببینید ما تنها نباید به این نگاه کنیم ما حدودش 4-5 سال قبل مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را هم ایجاد کردیم در دولت بس مرکزش جداست بس کمیسیون مستقل جداست اداره مبارزه با جرایم سنگین را هم داریم ما اداره بازرس را هم ایجاد کردیم و در نهایتش پس از تدوین قانون مبارزه با فساد اداری که در یک سال قبل نافذ شد در اونجا کمیسیون پیشبینی شده برای مبارزه با فساد که با انجام مقدماتش که از طریق جامعه مدنی افغانستان و نهادهایی که در اونجا خواسته شده این افراد معرفی شده و پروسیشن در قبل از این کنفرانس تکمیل شد شاید هم تا حدی را در قسمت زمان معرفی از کمیسیون تأخیر صورت گرفته باشه اما این تأخیر عمدی نبوده بنابراین ما نباید صرفا ایجاد یک کمیسیون را دلیل برزی به حساب بکنیم که بپردازیم به کارکرد حکومت شما به عنوان مشاور رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان چند نمونه را بتین که هم مردم افغانستان از او مستفید شده باشند و هم جهان مثلا ببینید در مرکز عدلی و قضایی که ایجاد شده برای مبارزه با فساد اداری بیش از 2500 مورد دوسیه هایی که خب حالا دوسیه هایی که مردم افغانستان میخواه بدانه محسنی صاحبی است که یک کسی به عنوان رئیس کمیسیون بود رفت والی شد یک کسی والی بود آمد وزیر شد یک کسی وزیر بود رفت والی شد دیگه کدام چیز را مردم ندیدن
اما نمونه هایی که مردم استفاده کردن، محسنی صاحب مثلا، محسنی صاحب درست درست درست، اما پرونده است، اتهام است. مثلا شما چند مثال بتین که برای مردم افغانستان چنین چنین و چنان رسیدگی شده و مردم افغانستان هم از او راضی بوده و همچنان جهان هم گفته کار خوب است و تایید کرده و بر اساس از او کمک کرده، نه ای که ما در خاک به چشم مردم و جهان زده باشیم. ببینید، ما پیشتر عرض میکردم که بیش از 2.5 هزار دوسیه فساد اداری در مرکز اردوی و قضایی افغانستان بررسی شده، حدود 1400 مورد از دوسیه های فساد اداری. حالا ایان همش محسنی صاحب، همه از یا سیاسی دانسته میشه، همش تیمی دانسته میشه، هیچ کسی ایره قبول نداره. ما وزیر را داشتیم که متهم بود و محاکمه شد، آخرش هم برائت گرفت و هیچ، یعنی چه؟ بپردازیم به کار کرد، مبارزه با آنچه که واقعا عملی شد. یک شخص آمد متهم بود، محکوم شد و ما میتونیم نمونه بگیریم. مثلا ببینید، در یک دوسیه‌ای که ساخته میشه و یک اتهامی که به شخص وارد میشه، خب اینجا دستگاه و نظام عدلی و قضایی هست. ما نمیتونیم یک کسی را که دوسیه برای او ایجاد شده یا متهم به یک مورد هست حتما بگوییم که این در فلان نقطه محکوم میشه یا نهایتش چی میشه یا چی نمیشه. دستاورد نداشتیم پس محسنی صاحب، شما نتونستین یک دستاورد بگوین. محسنی صاحب، شما با عنوان مشاور رئیس جمهور نتونستین یک چند نمونه دستاورد بگوین. ببینید، در مپ پیشتر شما در مابین گپا میین، در بالای 1200 مورد دوسیه هایی که مراحل قضایی خود طی کرده، در اینجا ما والی ها را داریم، در اینجا معین های وزارت خانه ها را داریم. مثلا یک معین چه کرده بود؟ در هر سطحی ما افراد را داریم که متهم به فساد بوده و بالا از نو احکام محکمه تطبیق شده. بسیار زیاد تشکر محسنی صاحب که این همه پرونده را حکومت جمع آوری کرده و هنوز هم ما شاهد نامعلوم بودن جمع آوری کردیت کارت ها هستیم. و در پایان قیومی صاحب، یک جمع آوری کنیم، جمع بندی کنیم که کجا میریم 4 سال بعد. باز هم فکر میکنین افغانستان در کجاست و آیا با اینمی نمونه و با آمی وضعیت که آقای رحمانی اشاره کرد، یک چلوصافه که همه جایش و یک نحوه از خودش یک منبع کشش داره، میریم و یا نه همه چیز خوب خواهد شد؟ تشکر. من فکر میکنم اگر وضعیت به می شکلی که جریان داره، مخصوصا هم جنگ و هم حکومت داری و وجود داشته باشه، من فکر نمیکنم تغییراتی ایجاد شود. چرا؟ یکی از عاملی که کنکاری صورت گرفته در برابر فساد مبارزه جدی صورت نگرفت، مافیای اقتصادی شکل گرفته و شبکه های مختلفی متاسفانه شکل گرفته که بیشتر از امکانات دولت استفاده میکنن، رابطه میگیره با جنگ. این تجربه را ما کردیم. چیزی که فعلا خیلی مهم است، یکی از مسائلی که در این کنفرانس هم تاکید شده، پیشرفت مذاکره، دستیابی به یک راه حل سیاسی بین حکومت افغانستان و دولت است. تصور میکنم که در صورتی که مذاکره پیشرفت بکنه و اگر بیایم از منظر مثبت ببینیم، این کنفرانس بسیار پیام خوب داشت به افغانستان، یعنی تعهداتی اقتصادی که یک طرف مسئله است، برداشت ما است که تعهدات سیاسی خیلی مهم است که به دولت افغانستان یک دستاورد است که در این کنفرانس صورت گرفت. به طالبان هم یک پیام مشخص است که تصور میکردن که ممکن است این کنفرانس چندان موفق نباشه و همکاری های زیاد صورت نگرفته. حالا بحث ما خدمات و خدمت رسانی به مردم است. آیا مردم افغانستان حکومتی را که 18 سال 20 سال نگه کردن، فکر میکنین میرن میگذارن که یک حالا هر چیز به حکومت کنه رویشان، یعنی چه؟ همه انتظار از همی حکومت دارن، از همی حکومتی که همه قربانی دادن، همه کسایی که در دانشگاه جان باختن، اینا انتظار دارن از همی حکومت. من قبلا اشاره کردم که از یک طرف حکومت داری و مخصوصا تغییرات نسبی صورت میگیره، از یک طرف جنگ است. سر جنگ بیشتر دوستان صحبت کردن که جنگ مستقیم تاثیر گذاشت، نباید نادیده بگیریم. در جنگ در هر کشور تاثیر میگذاره. بحث محوری چی است؟ اگر توافق صورت بگیره بین دولت و بین طالبان، مردم افغانستان فصل جدیدی را آغاز بکن در حیات سازیشان که بدون جنگ، در اون صورت امکانات یک تغییری بسیار مثبت
نسبت به آینده وجود داره. حکومتی را که طالبان به رسمیت نمیشناسند فکر میکنین که میان در رابطه با آنچه که در ژنو دریافت کرده میان با او حساب کتاب میکنن که چقدر گرفتیم و چقدر به ما میرسه و یعنی چی؟ یعنی بحثی است که فعلا مذاکره جریان داره و این دولت یک بار دیگر از طرف جامعه جهانی به حمایت جدی شد و طالبان اما باز هم مشروط به اینچه که حالا طالبان باید بپیوندن. خب بس پیوستن نیست، بس پیدا کردن یک راه حل سیاسی است. چرا در مجلس مذاکره شرکت کردن؟ به خاطر شرکت کردن که بالاخره به یک نتیجه برسن و تلاش هم در این مسیر جریان داره که این مذاکره موفق شوه، یک آشتی ملی شکل بگیره و مردم افغانستان بعد از یک روند جدید آغاز بکنن. ما تصورم است که با ختم جنگ، با توافق بین طالبان، امکانات زیادی در افغانستان وجود داره که تغییراتی را که ممکن است در سالهای گذشته صورت نگرفته صورت بگیره. چیزی که قبلا گفتین مترو دوباره، مثلا پیشتر گفتین مترو با وجود به بحث های شهری تنظیم شوه، مخصوصا تمام خواسته های شهروندان افغانستان بخشش برآورده شود بعد از ختم جنگ. اما در جریان جنگ من فکر میکنم هم جنگ هم حکومت داری شانس موفقیت بسیار کم است. تلاش بعد راجی به چی صورت بگیره؟ به موفقیت سر. تاکید جامعه جهانی رمی بوده که باید مذاکره پیشرفت کنه و تلاش های زیادی صورت بگیره که طالبا با دولت به یک نتیجه برسن. بسیار زیاد تشکر از مهمانان گرامی ما جناب آقای رحمانی، محسنی و قیومی که فرصت گذاشتند و سپاسگزار شما بیننده های گرامی که این بحث را دنبال کردید. امیدوار هستیم که روزی برسه همه باشندگان این سرزمین چه به هر زبان و به هر نیتی و یا به هر قوم وابسته هستند بتانن نفس راحت بکشن و در جغرافیای به نام افغانستان جز جنگ و بدبختی چیز دیگری هم ببینن. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.